خبرگزاری فرانسه با عنوان تظاهر کنندگان در خارج از سازمان ملل احمدی نژاد را محکوم کردند گزارش داد. آنها شعار می دادند احمدی نژاد یک تروریست است و زنده باد رجوی، که اشاره‌ای به مریم رجوی رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران است. تعداد زیادی از تظاهر کنندگان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. یک قاضی در ماه ژوئیه حکم داد که این سازمان باید از لیست سیاه تروریستی حذف گردد. خبرگزاری فرانسه به نقل از علی صفوی نوشت زمان آن فرا رسیده که جامعه بین المللی مماشات با احمدی نژاد را متوقف کرده و اپوزیسیون را به رسمیت بشناسد و آن را صاحب اختیار بداند تا مردم ایران بتوانند به یک تغییر دموکراتیک که سزاوار آن هستند دست پیدا کنند. یک تظاهر کننده گفت ما خواهان دموکراسی هستیم، نه بربریت و دیکتاتوری. ما از سازمان ملل متحد فقط می‌خواهیم که معامله با احمدی نژاد را متوقف کند. او مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند. این تظاهرات در نمایش‌های خیابانی مردم آغشته به خون و صحنه‌های اعدام و سنگسار را به تصویر کشید. تلویزیون فاکس نیوز گزارشی از تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک علیه پاسدار احمدی نژاد پخش کرد و با جان بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل که از سخنرانان تظاهرات روز گذشته بود گفتگو کرد. تلویزیون فاکس نیوز گفت هزاران تن در خیابان‌های نیویورک تجمع کردند تا علیه احمدی نژاد تظاهرات کنند. آنها تلاش‌های رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی را محکوم کردند. جان بولتون در پاسخ به سؤال مجری در مورد علت حضور وی در تظاهرات ایرانیان در نیویورک گفت